مذاکرات اتمی شش قدرت جهانی و ایران بدون هیچ نتیجه ای امروز در آلماتی پایتخت قزاقستان به پایان رسید در پایان این مذاکرات دو طرف توافق کردند که مذاکرات در سطح کارشناسی رو 18 مارس در استانبول و مذاکرات در سطح بالاتر رو 5 و 6 آوریل در قزاقستان ادامه بدن خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از یک منبع نزدیک مذاکره کننده گفت که قدرت های جهانی و ایران نتونستند به هیچ پیشرفت روشنی در این مذاکرات برسند. با این حال سرگریاب گفت معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت که این مذاکرات سازنده بوده. طرف مقابل در... در, پایان این مذاکرات سعید جلیلی رئیس گروه مذاکره کننده ایران پیشنهاد کرد که موضوع غنیسازی اورانیوم با غلظت 20 درصد که نگرانی بزرگ کشورهای غربی است رو میشه مورد بحث قرار داد اما بسته شدن تاسیسات اتمی فوردو رو که مراحل غنیسازی در اون انجام میشه رو رد کرد سعید جلیلی در ادامه گفت که تاسیسات اتمی فوردو تحت نظارت آژانس المللی اتمی و هیچ توجیهی برای بسته شدن اون وجود نداره او در مورد غنیسازی 20 درصدی اورانیوم برای تولید سلاح اتمی گفت که اورانیوم های غنی شده برای یک راکتور تحقیقاتیه و بار دیگه تاکید کرد که غنیسازی اورانیوم حق ایرانه با این حال جلیلی اضافه کرد که برای جلب اطمینان حاضره که این موضوع رو به بحث بگذاره. زیادی جلیلی همچنین گفت که در این مذاکرات قدرت های جهانی سعی کردند که به دیدگاه های ما نزدیک بشن که به گفته او مثبت بوده. او در پایان خاطر نشان کرد که این مذاکرات گام مثبت و سازنده است که میتونه منجر به تفاهمی دو جانبه بشه. قبل از این ایران پیشنهاد داده بود که در صورت لغو تحریما حاضره که غنیسازی اورانیوم رو متوقف کنه و سوخت مورد نیاز خودش از خارج وارد کنه. کاترین نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در پایان این دور از مذاکرات گفت که ما بسته پیشنهادی تجدید نظر داده شده خودمون رو به گروه مذاکره کننده ایرانی دادیم و به نظر ما بسته متعادل و عادلانه برای مذاکرات سازنده است. این بسته نشون دهنده های جامعه المللی. به ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه اتمی ایران و همچنین پاسخگو به ایده های ایرانه. در این مذاکرات قدرت های غربی به ایران پیشنهاد کردند که در صورت عقب نشینی از برنامه اتمی بحث برانگیز خودش که به گمان قرب برای تولید سلاح اتمی مورد استفاده قرار میگیره حاضرند که بعضی از تحریمها از جمله در زمینه تجارت طلا و فلزات گرانبها رو لغو کنند. در این حال جان وزیر امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که مذاکرات دو روزه هسته ای میان ایران و قدرت های جهانی مفید بوده و اضافه کرد که تعامل جدی ایران میتونه منجر به توافق بلند مدت بین طرفین بشه. <applause> او گفته که ایران به مسئولیت خودش آگاهه و باراک اوباما به سراحت سیاست خودش را برای جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح اتمی اعلام کرده. ناسا... نماینده چین در مذاکرات هم گفت که در این دور مذاکرات موفقیت ملموسی دست پیدا کردن طرفین که این برای حل و فصل اختلافات از طریق گفتگو سودمنده. تمناز خامه، اتاق خبر.